همه بینندگان عزیز. خب اجازه بدید من هم به عنوان یک شهروند لس آنجلس که اخیراً از سوی 1 میلیون ایرانی یک تندیس کوروش در میانه شهرمون گذاشتن، این رو به شما هر دو بزرگوارم تبریک عرض کنم. امیدوارم همه ایرانی ها موافق، مخالف، باورمند به اصل آزادی و برابری این هدیه کوچک رو به امریکایی ها دادن. این هدیه بر اونها هم مبارک باشه، خصوصا تمام ایرانیانی که در آمریکا زندگی می کنند. اما آقای دایی، رهبر روسیه و امریکا کمتر از چند ساعت آینده با همدیگه ملاقات خواهند داشت. این ملاقات رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا ایران سهمی در این ملاقات خواهد داشت؟ عرض کنم که خب بخشیش که روابط بین الملل، روابط آمریکا با روسیه است، این رو خب کارشناسان بررسی میکنن، مهم هم هست، پیش بینی زیاد میکنن، یه مقدارم به اعتقاد من رسانه ها داغش میکنن، دوست دارن اخبار رو یه مقدار زیاد داغش بکنن. ولی مسلما در شرایط کنونی بخصوص در خاورمیانه این مذاکرات اهمیت ویژه‌ای داره. در حقیقت عقب نشینی آمریکا از بحران‌های خاورمیانه، عدم تمایل برای دخالت در زمان آقای اوباما باعث شد که روسیه وارد جنگ سوریه بشه. واقعش اینه که اگر آمریکا جدی ایستاده بود، انقدر روسیه نمیتونست در سال 2015 وارد بشه و این همه در کنار بشار اسد و جمهوری اسلامی جنایت بکنن و این بحران رو به حد کنونی رسونده. خب الان آقای ترامپ مهمترین پرونده ای که به نظر من جلوش هست در رابطه با روسیه، یکی مسئله اوکراین، کریم است و بعد مسئله سوریه است. به ما خب مسئله سوریه به ما نزدیکتره، برای ما بسیار مهمتره که ببینیم چه میکنه. اخباری که میاد طبیعتاً اخبار زد و نقیر در مورد سیاست آمریکا در خاورمیانه زیاده. حرفایی که گفته میشه، همین که شما اشاره کردید، مقاله آقای کردو در واشنگتن فری بیکن، این یه نمونه شه. در صورتی که الان دیلی بیست همین امروز مقاله دیگری با گزارش با استناد به مقامات کاخ سپید و وزارت خارجه در تایید حرفای آقای تیلرسون که همکاری جدی میخوان با روسیه بکنن در سوریه، کاری هم به جمهوری اسلامی نداشته باشن و هدف اینه که روسیه آرام آرام مثلا در سالهای آینده بتونه یه مقدار جلوی نفوذ جمهوری اسلامی در روسیه رو، در سوریه رو بگیره. بنابراین مهمه که فردا چه خواهند کرد. ببینید، بسیاری از کارشناسان بر این باورن که در مورد مسئله خاورمیانه، در رابطه با اینکه آمریکا چه برخوردی با جمهوری اسلامی بکنه، همکاری با روسیه در این چارچوب نمی گنجه که شما بخواید هم جلوی جمهوری اسلامی بیستید هم با روسیه در خاورمیانه همکاری کنید. این رؤیا که آمریکا میتونه بین جمهوری اسلامی و روسیه شکاف بندازه یک مقداری غیر قابل تحققه. آمریکا چیز زیادی نمیتونه در شرایط کنونی به روسیه بده. چه امتیازی به روسیه بده که روسیه این تمایل داشته باشه که مثلا در سوریه از جمهوری اسلامی جدا بشه؟ الان کنگره آمریکا دست آقای ترامپ رو بسته برای دادن هر گونه امتیازی در مورد تحریم ها، در مورد مسئله کریمه و غیره. خب بنابراین در کجا میخواد امتیاز بده؟ درست. و بعدم اینه که غیر قابل اعتماده. آقای پوتین بارها و بارها سر مسئله شیمیایی و مسائل دیگه نشون داده قابل اعتماد نیست. و در پایان نیست که من از شخصا اعتقاد دارم کسانی که مسائل سوریه رو دنبال میکنن اینه که روسیه تحرم زیادی علیه جمهوری اسلامی نداره. چیکار میخواد بکنه؟ مثلا در جلوی الان 60,000 نیروی سپاه قدس و فاطمین اینا هستن، میخواد سوریه روسیه چیکار بکنه؟ میتونه بگه من میام بیرون، من حمایت نظامی نمیکنم، حمایت هوایی نمیکنم. خب اینکه باخته برای روسیه. تو که رفتی اونجا کلی امتیاز بگیری، اگه بیای بیرون که دیگه امتیازی گیرت نمیاد که. بنابراین باید اونجا باش، باید از بشار اسد هم حمایت بکنه. بشار اسد هم حمایت بکنه یعنی جمهوری اسلامی حمایت کنه. این دوتا با هم نمیخونه. اینکه بخوام جلوی دخالت جمهوری اسلامی در سوریه و منطقه رو بگیره آمریکا و اینکه در این حال بخواد با روسیه همکاری کنه، به نظر من اینها هماهنگی نداره. بنابراین اون چیزی که من بیشتر دنبال میکنم فردا از این زاویه است که ببینم حرفایی که امشب دیلی بیست نوشته که اینا میخوان در روسیه در سوریه همکاری بکنن با هم دیگه و به کار جمهوری اسلامی هم زیاد فعلا کاری نداشته باشن، این درسته یا شایعه است؟ بسیار سپاسگزارم. آقای شجاعی، به هر حال روس ها سابقه طولانی در خیانت به
همپیمانان ایرانیشون دارن. از گذشته تا به امروز دیدیم که هر جا تونستن به ایرانی ها خیانت کردن. یا فکر میکنید که بار دیگر روس ها برگ ایران رو در بازی با قدرت های دیگر جهانی خواهند فروخت و سرنوشت ایران در صورت ایجاد توافق بین روسیه و آمریکا روی موضوع سوریه چه خواهد بود؟ بله جناب آقا زمانی، مسئله خیانت نیست. مسئله اینجاست که همه کشورهای جهان همیشه به دنبال منافع مملکت خودشون هستن. حالا بعضی وقتا منافع ملی است که با منافع حاکمان یکسان مطابقت داره، بعضی وقتا هم نه، منافع حکامه و با منافع ملی اون کشورها هم ممکنه که مغایرت داشته باشه. از جمله اون کاری که امروز جمهوری اسلامی و همینطور پوتین در خاورمیانه و به خصوص در سوریه انجام میدن. به اعتقاد من پوتین شرایط بین المللی رو سالهاست که متوجه شده. اون زمانی که جورج بوش به عراق حمله کرد، روسیه در موقعیتی نبود که بتونه دخالتی بکنه. مجبور بود که از همه قطعنامه‌های سازمان ملل مطابقت بکنه، حمایت بکنه و حتی بعد از اون هم بعد از سالها همه قطعنامه‌های تحریم علیه رژیم جمهوری اسلامی رو در شورای امنیت سازمان ملل تقریبا تایید کرد و یکی از اون گروه 5+1 بود که طرف مقابل در واقع جمهوری اسلامی قرار گرفته بود. روس ها در سوریه پایگاه نظامی دارن، پایگاه دریایی دارن، نمیخوان از اون دریای مدیترانه به دور باشن و در این حال همطور که آقای دایی گفتن فرمودن، در اوکراین هم منافع بسیار بسیار پر اهمیتی دارن، منافعی که به اعتقاد من به منافع ملی روسیه مربوط میشه. یعنی اونها عقب نشینی در اونجا رو به منزله نزدیک شدن امریکا و متحدانش به مرزهای روسیه میبینند، خطر بزرگی که از نظر استراتژیک در ذهن پوتین و حکومتش به نابودی کامل حکومت روسیه منجر خواهد شد و میگویند که امریکا هم اصلا قصدش همینه، بازی بازی میده. بنابراین در سوریه به اعتقاد من روسها معامله‌ای که بخواهند بکنن معامله‌ای نیست که زیاد چندان هم خیانت باشه یا محبت به جمهوری اسلامی باشه. از مهره جمهوری اسلامی، از مهره بشار اسد استفاده میکنن برای حفظ پایگاه نظامیشون در اونجا. و بعد پوتین متوجه شده، من عرض کردم خدمتتون که بعد از اون سالهایی که امریکا تقریبا در جهان میتونست که دیکته بکنه و با همکاری ناتو، دیدید که در یوگسلاوی چه مسائلی پیش آمد، از اون سالها گذشته و روسها به یک قدرت پر اهمیتتری در جهان تبدیل شدن و وضعیت جهان به این شکل که هر کجا که زورتون رسید، طرف یک کمی شل اومد، خوابش برد، حواسش پرت شد، دست انداختید یک جایی رو گرفتید، دیگه به اونجا مسلط میشید و طرف مقابل هم سعی خواهد کرد که در جای دیگری دست بیاندازه یا چیزی رو بگیره. و به این شکل نیست که مثلا آمریکا بخواد یک اولتیماتوم بده که اگر از اون قسمت مثلا اوکراین شما اینقدر عقب نشینی نکنید یا در این جنگ داخلی کنار نکشید، من این کار رو میکنم یا اون کار رو میکنم. تحریم ها هم بیدندانن در مقابل روسیه، بنابراین این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد. روز گذشته شاهد بودید که روسیه، ترکیه و رژیم آخوندی حتی نتونستن اونها هم به توافق برسن بر سر اینکه اون 4 منطقه‌ای که می‌خواستن این برخوردهای نظامی رو کاهش بدن و یک منطقه پرواز ممنوع هم ایجاد بکنن، بر سر اون هم نتونستن به توافق برسن. مذاکراتشون که چند ماه پیش در ماه می آغاز شده بود شکست خورد و به اعتقاد من این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد. امریکا اگر واقعا بخواد در سوریه، اون هم به خاطر مسائل امنیتی اسرائیل نه چیز دیگری، از جمهوری اسلامی یک زهره چشمی بگیره یا اون رو عقب بنشونه، باید به سرچشمه بره. آب از سر چشمه گلالوده. تا زمانی که این رژیم جمهوری اسلامی بر سر کاره، این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد. به حزب الله کمک مالی خواهند کرد، حزب الله های دیگری رو در حتی نوار غزه که الان خب حماس هست، ولی فرض بفرمایید که در اون نزدیکی بلندی های جولان و جاهای دیگه ایجاد خواهند کرد، مستقر خواهند کرد و بدین شکل امریکا باید با این وضعیت بسازه. و البته دستور هم داده اونجایی که به منافع امریکا اگر داشت رد بمیرسید، ارتش امریکا میتونه
از هر نیروی در منطقه استفاده بکنه، که البته من این نکته رو عرض کنم در خاتمه عرضم در این قسمت که تعریف منافع امریکا کار هر کسی نیست. یعنی اینو واقعا دروازه رو باز گذاشته که بگن نه این کاری که مثلا جمهوری اسلامی کرد، یه خود ممجل و یه خود رفع عقب، این زیادم به منافع ما حمله نکرده و معلوم نیست واقعا اون حالت نابسامانی پایدار به اعتقاد من کماکان ادامه خواهد داشت. بی نهایت سپاسگزارم آقای شجاعی. همین بحث رو به شما منتقل کنم. آقای دایی، فکر میکنید واقعا این دستور آقای ترامپ، یعنی اینکه اگر برخورد، اگر منافع آمریکا به خطر افتاد، حالا مر قانون این هست که در خارج از خاک آمریکا حفاظت از جان سرباز آمریکایی وظیفه اول دولت است. این مر قانونه که حالا این دستور بر مبنای اون بنوشته همون مقاله‌ای که مشترکاً داریم بهش اشاره میکنیم در واشنگتن فری ویکند، این رو مد نظر قرار میده. حالا سوالم اینجاست، اولا چرا این دستور رو آقای ترامپ باید صادر کنه؟ آیا ادمنستریشن قبلی، دولت قبلی دستوری دال بر مغایرته با این امر صادر کرده بود؟ این دستور چه جایگاهی داره وقتی یک مر قانونی در این زمینه وجود داره؟ ثانیاً تشکیکی که الان آقای دکتر شجاعی ایجاد کردن که این دست رو باز میگذاره، حالا بشود نشود، بکنیم نکنیم، این رو هم از شما بشنویم. عرض کنم که اولا من با اطمینان نمیدونم که واقعا گزارش فری ویکند درست یا نه، یعنی کسی جای دیگری تایید نکرده. معمولا این تصمیمات به این مهمی اعلام میشه، مگه اینکه ایشون اومده، آقای آدم کردو اومده از اقدامات آمریکا و بعد حرفایی که شنیده این نتیجه گیری کرده. حالا چرا؟ چون ببینید در سوریه سیاستی که فعلا تا الان که ما 6 ماهی که آقای ترامپ هستش، سیاستی که داره در سوریه میره آمریکا دقیقا همون سیاستی که زمان آقای اوباما بود با یه تفاوت. ببینید زمان آقای اوباما قرار بر این شد که فقط با داعش بجنگه، با دولت اسد کاری نداشته باشه. این اصلی بود که الان اجرا میشه، اصل کلی سیستم نظامی آمریکا در سوریه است. یک، دوم، متحدینی که آمریکا در اون جنگ پیدا در سوریه پیدا کرد به طور کلی نیروهای SDF هستن، نیروهای دموکراتیک سوریه هستن که بخش اعظمشون کردها هستن، کردهای سوریه هستن که بیشترشون هم همون PKK هستن، یعنی افکارشون هم افکار PKK، بخش زیادی هم استخدام کردن با حقوق از اعراب. و جالب، یه نکته جالبی بگم خدمتتون، عربهایی که تو SDF هستن، تو نیروهای دموکراتیک سوریه هستن، یه چیزی حدود 50 تا 100 دلار بعضیشون برخی نقاط 150 دلار میگیرن در ماه، چون واقعا خیلی پوله در اونجا. افغانیایی که از طرف جمهوری اسلامی میرن ما 700 دلار میگیرن. خب ببینید تفاوت خیلی. حالا متحدین اصلی آمریکا می استف، این زمان آقای اوباما هم شروع شد علارغم مخالفت ترکیه، علم ادامه میدن. نیروهای دموکراتیک سوریه هیچ رابطه بدی هم بشار اسد ندارن. یک مورد درگیری بوده، اونم آمریکا هواپیما رو زد، حالا اشاره میکنم. حتی الان بخش شمال غربی آفرین که منطقه کرده و ترکیه داره بمباران میکنه، رهبر SDF دیروز اعلام کرد که مثلا ما اینو تحویل بشار اسد میدیم. همین الان که ما صحبت میکنیم نیروهای روسیه حضور دارن اونجا. دومین متحد آمریکا، بخوام این هر زمان آقای اوباما بوده و ادامه داره، دومین متحد آمریکا در جنوب غربی، جنوب جنوب نزدیک مرد اردن که دو تا گروه هستن، یکی اسود و بادیه به اصطلاح هستن که یعنی شیران صحرا، یکی هم جیش مقاویر. اینا چرا ازشون حمایت میکنه؟ یکی این که اینا سال گذشته اینا نیروهای ارتش آزاد بودن، آمریکا اینا رو در اردن آموزش نظامی داد، به این دو نام به خصوص جیش مقاویر اومدن این گذرگاه مرزی تنف که قبلا صحبت کردیم و اینا گرفتن از داعش. آمریکا اونجا پایگاه زده، 150 تا خودش نیرو داره، بریتانیایی هستن، نروژی هم هست، یه پایگاه جیگم زده زوکف، بازم اونا هستن. مهمه براشون، یکی به خاطر گذرگاه مرزی که جمهوری اسلامی نتونه اینو بگیره، مهمش و قسمت بعدیش اینه که اردن بالاخره اگه مسلط بشه حزب الله و جمهوری اسلامی، برای اردن خطر استراتژیکه. و بعد یکم میریم بالاتر، بلندی های جولان و اسرائیل. بنابراین در این دو منطقه، یکی با کردها که اینجا وجوده، این سیاست کی بود؟ آقای اوباما.
آنچه که تفاوت کرده کجاست؟ هر جا که نیروهای بشار اسد و ایران جمهوری اسلامی حمله میکردن به نیروهای تحت حمایت آمریکا، آقای اوباما روشون که اونور کاری نداشت. در زمان آقای ترامپ گفتن آقا دیگه، در عمل گفتن آقا این خبرها دیگه نیست. دو بار وقتی که نیروهای سپاه قدس وارد اون منطقه تنف، منطقه حفاظت شده تنف شدن، آمریکا اینا مورد حمله قرار داد، یه دو تا پهبادشون رو انداخت. یه بارم که نیروهای خود ارتش سوریه هواپیماشون نیروهای دموکراتیک سوریه رو بمباران میکرد در جنوب رقه، اون رو ساقطش کرد. درست تفاوتش اینه که صف ایستاده میگه لااقل متحدینی که مثلا ازشون حمایت میکنه. این تفاوت مهمی هم هست، خیلی مهمه. حالا غیر از اون که سر حمله شیمیایی آمریکا حمله کرد، تنبیهش کرد که خیلی اقدام خوب بود، ولی متفاوت در اینجاست. گفته آقا من اون مناطقی که هستم و به اصطلاح چیکار میکنم نگه میدارم. الان هم بحثی که هست اینه که میگن با روسیه میخواد همکاری بکنه، که اگر مناطقی که از داعش میگیرن، مثلا رقه، الان این راه دموکراتیک سوریه دارن میگیرن، ولی خب منطقه سنیه دیگه، کردها که نمیتونن اونجا برن نگه دارن، که آمریکا اومده نیروهای انتظامی سنی درست کرده بهشون حقوق میده که اونجا رو اداره کنن. طبق صحبت هایی که دارن با روسیه میکنن اینه که آقا مثلا رقه رو که نیروهای حمایت آمریکا میگیرن یا طرف اردن رو که اینا هستن و دیگه اونا کاری نداشته باشن. این تفاوت عمده و مهمی هم هست. بسیار سپاسگزارم. همزمان همکارانم در اتاق فرمان هم کوشیدن نقشه هایی رو نشون بدن که از توازن قوا یا نفوذ نیروهای مورد حمایت ایران در مناطق مختلف سوریه خبر میداد. آقای دکتر شجاعی، نمیشه نقش عربستان رو در این ماجرا نادیده گرفت؟ به حال عربستان امروز با توجه به انباشت ثروت در این منطقه یک قدرت محسوب میشه، قدرتی که هم شیرهای نفت زیادی رو در اختیار داره که میتونه اونها رو باز و بسته کنه، و هم به هر حال نقش عمده ای در سرمایه گذاری ها داره. از منتقدان ادامه حضور اسد بوده، اما اخیرا مقاله‌ای به قلم حسین موسویان منتشر شد که معتقد بود ولیعهد کنونی در عربستان پیشتر در سفر به پایتخت ایالات متحده آمریکا حامل این پیام بوده که اگر آمریکا و روسیه ایران را از معادلات سوریه اخراج کنند، حاضر با ادامه حضور آقای اسد در قدرت همراهی کنه. آیا واقعا نقش تعیین کننده ای میشه برای عربستان در ماجرای سوریه قائل شد؟ و این نقش تا چه اندازه در تقابل شیعه سنی، جنگی که این روزها بین ایران و عربستان وجود داره، به صورت علنی و رسمی خواهد گنجید؟ برای جناب آزمانی، عربستان مهمترین مشکلش به اعتقاد من در یمنه. میدونید که از اون سو به راحتی مرزهاش ممکنه که مورد تعرض قرار بگیرن و جمهوری اسلامی هم در اونجا مشغول یک جنگ نیابتی با عربستان، و بشار اسد به خصوص در این دور زمانه دیگه از دیدگاه عربستان سعودی مسئله نیست. مسئله نمیدونم نقض حقوق بشر یا مردم سوریه میخواستن به پا بخیزند و حکومت جدیدی بیاورند و گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد که عربستان ازشون حمایت میکرد، که آقای دایی هم به خیلی از اونها اشاره کردن، اونها هم در عمل نشون دادن که در سوریه نمیتوانن از نظر نظامی حرف آخر رو بزنن، تکه تکه هستن، با همدیگه متحد نیستن و به هیچ وجه عربستان در سوریه به اون صورت یک مسئله استراتژیک نداره جز این که دست جمهوری اسلامی از منطقه کوتاه بشه، و به دنبال اون همینطور از عراق. نگرانی عمده عربستان اینه که اکثر یا شاید تمام مناطق نفتخیز عربستان و همینطور سایر کشورهای خاورمیانه شیعه نشین هستند، و عربستان نگران این است که جمهوری اسلامی با همین تربیت چند تا آخوند در قم و مشهد و جاهای دیگه و اعزام اینها، همونطور که در بحرین این کار رو کرده، جاهای دیگه، بتونه در این جامعه شیعیان نفوذ بکنه، که نفوذ هم کرده، و بعد منجر به عدم ثبات سیاسی در عربستان بشه و به طور کلی قدرت حکومتی از بین بره. و الان به اعتقاد من جنگ هم آنچنان بین شیعه و سنی نیست. ملاحظه بفرمایید که گروه حماس یک گروه شیعه نیست، ولی هر بار که باد بیاد بادش میده، از یک سو متحد جمهوری اسلامی میشه، از سوی دیگه
عربستان که پول بیشتری بده به سمت او میره و حزب اللهی ها خب بعضی هاشون شیعیان هستن، خود بشار اسد شیعه اثناعشری نیست، اونها از یک سکته دیگری هستن و به هر حال هیچ گونه اتحاد استراتژیک یا دشمنی استراتژیک به عقیده من به خاطر شیعه و سنی وجود نداره، بلکه حکومت‌های منطقه در مرحله نخست به فکر حفظ حکومت خودشون هستن از جمله جمهوری اسلامی و در مرحله بعدی در این فکر هستن که چطور دست کشورهای همسایه از جمله جمهوری اسلامی و بازوی فاشیستیش رو در منطقه کوتاه بکنن، از بین ببرن، که باز همه این هم باز برمیگرده که هیچ معامله‌ای نه به طور تاکتیکی نه به طور استراتژیک نمیتونه منجر به این مسئله بشه که جمهوری اسلامی بازوی فاشیستیش کوتاه بشه، به جز اینکه باز برگردیم به سرچشمه، آب از سر چشمه گلادود است و فقط اگر در تهران حکومتی بر سر کار باشه که به طور کلی سیاست خارجیش، سیاست دفاعیش، قانون اساسیش چیز دیگری باشه، نه اینه که بگه ما میریم در همه دنیا به مستضعفان کمک میکنیم و به سلاح میدیم و اسلحه میدیم، اگر به اون مرحله برسیم خیال عربستان و غیره هم راحت میشه، وگرنه این مساف ادامه خواهد داشت. بی نهایت سپاسگزارم آقای دکتر جوجه‌ای، برمیگردم بهتون. اما آقای دایی عزیزم، برخی کارشناسا شروع فعالیت‌های خط نفت کیستون، همچنین آزادسازی استفاده از ذخیره‌های سوخت فسیلی مثل همون ماجرای استخراج‌های مجدد زغال سنگ و استفاده از اون در آمریکا رو پیش زمینه آمادگی آمریکا برای افزایش بهای نفت می‌دونن و الزاماً این افزایش بهای جهانی نفت رو هم در به نحوی پیوند میدن به درگیری نظامی در خلیج فارس و به هر حال درگیری که ایران در اون یک سمت یک درگیری یا برخورد نظامی جدی و قهری باشه. آیا فکر میکنید واقعا این پیشبینی ها درسته؟ آیا فکر میکنید این سیگنال هایی که در حوزه اقتصاد خصوصا اقتصاد نفت این روزها به گوش میرسه زمینه ای چنین فاجعه ای رو برای کشورمون و برای منطقه پیش خواهد آورد؟ عرض کنم که بخش اولش که اقتصادی بود و خب دیگه من جسارت نمی کنم، واگذار می کنم که آقای دکتر شجاعی اظهار نظر کارشناسانه بکنن. حتما. اما بخش دومش که همه اینها اگر درست باشه که فکر نمی کنم به زمینه جنگ آمریکا با جمهوری اسلامیه. ببینید هیچ تمایلی به درگیری با جمهوری اسلامی تو آمریکا نیست که بشینن برش نقشه بکشن. واقعش اینه، تمایل نیست، از راه‌های دیگه ممکنه. همه ببینید تو آمریکا 99% سیاستمداران آمریکا تو 38 سال و 39 سال گذشته دلشون می‌خواد جمهوری اسلامی سقوط بکنه، ولی اینکه چجوری سقوط بکنه، آمریکا چقدر هزینه بده، این تفاوت داشته. یه عده امید بستن به نمیدونم اصلاح طلب ها، یه عده به این، یه عده به اون، و یعنی کسی که کشته مرده اینها که نیست، ولی دنبال درگیری هم نبودن. بهای سنگینی داره الان تو سوریه بحث جدی که آمریکا در چند مورد میاد. این حرفی که فرمانده نظامی آمریکا در سوریه زد هفته پیش، چون واقعا عرض کردم خدمتتون نیروهای قدس پیچیدن جلوی نیروهای آمریکا، یعنی نیروهای آمریکا اگه می‌خواستن برن جلو، نیروهای تحت حمایت آمریکا هم جیش مقاوی رو اینا اگه می‌خواستن برن جلو بعد درگیر می‌شدن با سپاه قدس، رسما یعنی اعلام جنگ کرد دیگه. و همه بحث اینجوری بود که آقا بالاخره این منطقه بادیه سوریه که اینقدر مهمه، این صحرای سوریه که هم مرز با عراقه میتونه کریدور جمهوری اسلامی باشه، اینو آمریکا اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی بگیره. ولی وقتی به اونجا رسید که بعد درگیر میشد، اومد فرمانده نظامی آمریکا اعلام کرد آقا هر کی میخواد بره، اگه جمهوری اسلامی میخواد بره ادعایش اونجا رو پس بگیره، ویلکام، برن بگیرن، ما کاری نداریم. که هم تعجب کرد، دنبال درگیری که نیزن که. ولی از یه طرف یه مسئله جدیه، چه اینا تمایل داشته باشن چه تمایل نداشته باشن، خیلی مسائل ناشی از به خاطر تمایل این و اون نیست که پیش میاد، که ناشی از دینامیسمیه که تو به اصطلاح پدیده ها هست. الان در خاورمیانه جمهوری اسلامی از سال 2003 به بعد به طور مشخص، درست 38 سال داره در منطقه دخالت میکنه، از اون موقعی که 1000 نفر رو تحت نام سپاه محمد رسول الله فرستاد به لبنان که بعد حزب الله رو درست کرد، تا کنون همه جا دخالت کرده، دخالت نظامی هم کرده، نه به این حد ولی روز به روز افزایش داده.
ولی از سال 2003 بعد که آمریکا اومد و بعد در باتلاق عراق گیر کرد، دیگه جمهوری اسلامی به قول ماترانی ترمز بریده، همه جا فکر کنه هر کاری دلش میخواد میکنه. منافع آمریکا رو همونطور که دکتر اشاره فرمودن واقعش به خطر میندازه. این دیگه ناشی از ذهن ما که نیستش که، مگر عربستان، عربستانی که کار به جمهوری اسلامی نداشت، مدارا میکنه، الان شده دشمن جمهوری اسلامی. چرا؟ چون بالاخره این کارهایی که میکنه، هی میری جلو، هی میری جلو، دشمن درست میکنی. این یک شده عربستان. اسرائیل دلش نمیخواست که بشار اسد سقوط کنه، هیچ وقت دلش نمیخواست، ولی الان میبینه که بشار اسد هیچ کاره است. این جمهوری اسلامی و حزب الله و فاطمیون و اینا همه کارن تو سوریه و این خطر استراتژیک داره برای اسرائیل. چی شده؟ جدی شده. این دوتا. سوم، شما اجازه نمیتونید بدید که از مدیترانه تا منطقه هزاره افغانستان جمهوری اسلامی با نیروهای نظامیش هر کاری دلش خواست بکنه. این صلح در منطقه اردن همه کشورها رو به خطر میندازه، منافعت آمریکا به خطر میفته. این دینامیزم، یعنی این کاری که جمهوری اسلامی میکنه، روز به روز جلو میره، کسی هم جلوش نگه نمیداره، این کار به جای خواهد رسون که اگه نتونن مسیری، اگه جمهوری اسلامی سقوط نکنه، اتفاق دیگری نیفته، این به درگیری منجر خواهد شد. ولی این به معنا نیست که اینا نشستن دارن نقشه میکشن که حالا مثلا درگیری بکنن. نه، من فکر کنم که دینامیس به طرف درگیری میره، من که تحول دیگری بشه. بی نهایت سپاسگزارم. آقای شجاعی، آقای دایی بخشی از سوال رو به شما برگردوندن. علائمی که از این سمت در اقتصاد امروز دنیا میبینیم، خصوصا مباحث که روی موضوع استخراج نفت در آلاسکا، همچنین نفت شل، پروژه خط نفت کیستون که نفت کانادا رو به امریکا منتقل میکنه، اجازه بازتولید، اجازه مصرف دوباره زغال سنگ، سوختهای فسیلی در ایالات متحده آمریکا که در دوران آقای پرزیدنت اوباما محدود شده بود، اینها آیا نشانگر آمادگی قدرت اقتصادی نخست جهان برای مواجهه با یک جنگ منجر به افزایش قیمت انرژی در جهانه؟ من تصور نمی کنم. ببینید، مسئله انرژی کاملا با دهه‌های گذشته فرق کرده. خود سرکار اشاره فرمودید به همین تولید نفت از زغال نفت یا همون شل که اشاره فرمودید. امریکا تکنیک‌های جدیدی رو کشف کردن، شرکت‌های امریکایی سرمایه‌گذاری‌های کلانی کردن و تا زمانی که قیمت نفت خام حدود حتی 40 دلار هم باشه، برای این شرکت‌ها به صرفه است که بتوانن نفت رو در داخل تولید بکنن. حتی برای اولین بار سال گذشته در زمان اوباما بود که دولت امریکا اجازه حتی صادرات نفت خام رو هم به شرکت‌های امریکایی داد و بنابراین از نظر تولید امریکا خودش یکی از پرقدرت‌ترین تولید کنندگان نفت و انرژی در جهان شده، ذخایر نفتیش بسیار بالاست و از سوی دیگه تقاضا برای نفت هم به اون شکل نیست. شما ببینید، ما بزرگترین بحران‌های سیاسی رو در طی این شاید دهه گذشته یا همین 4-5 سال گذشته، حتی نظامی رو در منطقه خاورمیانه داشتیم، از حملات تروریستی به مناطق مختلف تا به وجود آمدن داعش تا تهدید جمهوری اسلامی و بستن خلیج فارس و غیره، جنگ یمن. اما علارغم همه این مسائل سیاسی و نظامی، قیمت نفت کاهش پیدا کرده به خاطر این عرضه بیشتر، تکنولوژی پیشرفته. و از سوی دیگه باز باید توجه داشته باشید که در امریکا تا چند سال پیش این بازار سلفخری نفت در نیویورک بود که قیمت نفت خام رو تعیین میکرد. بسیاری از این شرکت‌های سرمایه‌گذاری که بهشون میگن هج فاند، اینها دستشون بسیار باز بود بدون اینکه اصلاً واقعا نفت رو برای مصرف بهش احتیاجی داشته باشند یا اصلا تحویل بگیرن یا تحویل بدن، روی کاغذ خرید و فروش میکردن. روزانه میلیاردها دلار وارد این بازار میشد، قیمت میرفت بالا میومد پایین، ولی به طور کلی تمام اون داینامیزم بازار بین المللی نفت تغییر پیدا کرده و علارغم حتی کاهش و توقف کامل تولید نفت جمهوری اسلامی، عربستان سعودی به سادگی میتونه باز جبران بکنه و خلأ رو پر بکنه. الان در سطح جهان ما اشباع نفت داریم. جمهوری اسلامی هنوز هم کماکان این ذخایر نفتیش رو یا تولیدات نفتی خودش رو
بر روی تانکرها میبره در بازارهای بین المللی، در دریاهای بین المللی، برای دریافت پول نقد با بشکه‌ای $30 و $28 به فروش میرسونه. یعنی به قدری عرضه از این زمین زیاده و اون توافقی هم که اوپک کرده بود که بیاین و سهمیه تولیدشون رو کشورها به طور داوطلبانه پایین ببرن، در عمل هیچ کدام بهش عمل نکردن و این هم سابقه داره، معمولا تقلب میکنن و هم قرار میگذارن که روزی 600 میلیون هزار بشکه نفت رو کاهش بدیم، شما 100,000 من 20,000، ولی میرن به محض اینکه جلسه تمام شد برعکس این کار رو انجام میدن. درست. از سوی دیگه نکته دیگری آخری که من خدمتتون عرض کنم، پالایشگاه جهان هر کدام به شکلی اینها خودشون رو آماده میکنن برای استفاده از نفت تولیدی یک محل خاص و بعد از یه مدتی که خریدار نفت یک کشوری شدن براشون مشتری دیگری شدن و مشتری یک تولید کنندگی شدن، از نظر تکنیکی هم یک کمی اشکال داره. به اعتقاد من نفت جناب آقا زمانی به عنوان یک سلاح سیاسی دیگه اثری نداره و جهان هم نگران این نیست که در اثر برخوردهای نظامی قیمت نفت در سطح جهان بخواد افزایش پیدا بکنه. حالا آقای دکتر شجاعی، من میخوام پیشنهاد کنم دفعه دیگه اگه خواستیم که نفتو کم کنیم، شما 100,000 تا کم کنید، من 20,000 تا، حالا که من و شما صاحب همین جاهای نفت بزرگی هستیم، یه مقدار این دفعه شما نفت کمتر استخراج بفرمایید. اما همین حوزه مشترک بین ایران و قطر پای توتال رو حالا به ایران باز کرده، از یک سو بحران قطر، از یک سو آغاز دور تازه‌ای از مشارکت توتالی‌ها، فرانسوی‌ها که پیش از این در نیمه جنوبی میادین مشترک نفت و گاز ایران و قطر حضور داشتند، حالا در پارس جنوبی نیمه شمالی همین میادین هم حضور پررنگتری خواهند داشت. این قرارداد آقای دایی چیست؟ چرا اینقدر سر صدا کرده و چه ربطی به قطر داره؟ ببینید، این قرارداد توتال به نظر من خیلی مهمه و حالا یه بخش اقتصادی داره از زاویه این که البته یه سری برداشت‌های غلطی تو فضای مجازی دیدم، یه ادعای کردن که اشتباه میکنن که سهم ایران 19%، سهم توتال 51%، سهم چین مثلا 30%. نه، وزارت نفت یه طرف قضیه است، این کنسرسیوم که توتال و چینی و پتروپارس ایران هم ستایشون با هم یکی هست، این با این قرارداد بسته. توی اون کنسرسیوم سهم پتروپارس به عنوان شرکت ایرانی، اون پتروپاس ایران نیست، یه شرکت خصوصیه، مثلا سهم اون 19% از کنسرسیومه. کنسرسیوم قرارداد بسته، طبق قرارداد قرار 4.8 بیلیون دلار سرمایه گذاری بکنن که از این میزان یه چیز رو 2.5 میلیاردش رو قراره که توتال اپولای خودش بذاره، چون این بانکی فایننس نمیکرده. قراره در 20 سال آینده نزدیک 84 میلیارد بر پیش بینی میکنن که درآمد داشته باشه، از این 84 میلیارد کمتر از 15 میلیاردش به کنسرسیوم میرسه، 70 میلیاردش به ایران میرسه. باید ممکنه دروغ بگه جمهوری اسلامی، ولی بالاخره قرارداد اینو میگه، میگه بر اساس حالا نفت هم حساب کردن 50 دلار تضمینم کردن یه مقدار درآمدو 70 به 15. درست. حالا این بخش اقتصادیش که آقای دکتر حتما بهتر از من اشراف دارن، بخش سیاسیش مهمتره. این توتال، من حالا در بخش مختلف میتونیم توتال بگیم چون به نظر من اهمیت داره، این داستان توتال بار اول هم نیست و جالبه تو این مرحله خاص، چون بالاخره از سال 2010 کمپانی های نفتی شروع کردن از ایران بیرون رفتن. درسته که سال 2012 تحریم های جدی اروپا و آمریکا شروع کرد مثلا عمل کردن، ولی حتی بوی تحریم هم که اومد، صدای تحریم هم که اومد، از سال 2010 همه کمپانی های غربی یواشاش از ایران رفتن، آخریش هم فکر کنم شل بود. بنابراین توتال الان که داره میاد، از 2010 تا کنون اولین کمپانی خارجی که در ایران سرمایه گذاری کرد. اهمیتش چیه؟ ببین، دفعه قبلی که توتال اومد در ایران، رفت قراردادی بس برای توسعه میدان گازی سیری، اون خیلی مهم بود. حالا من اون رو میگم، بعد میرسیم به این یکی قسمت بعدی که طولانی نشه صحبتم. سال 1992 دولت رفسنجانی اومد یه قراردادی پیشنهاد کرد به کمپانی نفتی آمریکایی کنوکو. اون موقع تحریم بود دیگه. چرا پیشنهاد کرد؟ بر همون منطقه.
چرا پیشنهاد کرد؟ به خاطر که میدونست که اگه بیادی همچه قرار دادی بده، جمهوری اسلامی هم عادتش اینه همیشه همه جا ارزونتر میده، حراج میکنه، برایش مهم بیکه مال باباش که نیستش که، مال مردم ایران. این پیشنهاد به کنوکو که کنوکو لابی شروع بکنه که تحریما رو برداره آمریکا، چون تحریم بود دیگه اون موقع، هنوز بعد از گروگانگیری و بعد خیلی مسائل سری تحریما علیه جمهوری اسلامی بود و کمپانی آمریکایی نمی‌رسن برن ایران. درست. اینو به کنوکو پیشنهاد کرد، یعنی یه پیش قرارداد یا مموراندوم امضا کرد، مموراندوم آف آندرستندینگ MOU امضا کرد. دولت بیل کلینتون تازه اومده بود سر کار، موافقت کرد، ضمنی به هیچی هم نگفتن. حالا افتضاحاتی بالا اومد نه بماند، تا اینکه افکار عمومی به علت عملیات تروریستی که جمهوری اسلامی در آرژانتین که بعد در خود اسرائیل انجام داد و اینا، افکار عمومی آمریکا به شدت زد شد. در سال 2005 گفتش که دولت کلینتون مجبور شد رسما بیاد بگه نه من اجازه نمیدم به کنوکو که بره در ایران. ولی کنوکو لابی جمهوری اسلامی رو در آمریکا شروع کرد، یعنی اولین باری که میبینید هوشنگ امیر احمدی شروع کرد جلسه گذاشت، جلسه با گریسیک جلسه میذاشتن تو، شروع کردن تو واشنگتن اینا، اول کمپانی همون کنوکو بود، یعنی اون قرارداد باعث شد که چیکار کنن، پیش قرارداد بیاد اینجا شروع کنه فعالیت کردن. خیلی داستان طولانی داره، من خلاصه بکنم، شروع لابی جمهوری اسلامی در آمریکا کنوکو کرد. حتی در سال 97 که شورای معروف امیر احمدی شروع شد، یکی از اصلی ترین حامیانش همین کنوکو بود. آقای گری مورفین مسئول لابی کمپانی کنوکو بود، از دوستان امیر احمدی پشت اکثر این فعالیت ها بود. این نکته اول. نکته دوم اینه که وقتی که کنوکو در سال 2005 نتونست این کار انجام بکنه، کی اومد وسط؟ توتال اومد وسط. بعد تحریم های آمریکا جدیتر شد، قانون داماتو در سال 96 ایلسا به این حرفا گوش نکرد. توتال رفت همون قراردادی که با کنوکو بود و که کلی امروش کار کرده بود، ده ها میلیون دلار خرج به اصطلاح اینکه پروژه رو ببینن چه جوری میدان ها رو ارزیابی بکنن، همه اینا رو اون اومد همه رو اینا سوار شد رفت در ایران. و خیلی بعد از اونم کمپانی های دیگه اروپایی، اینی و نمیدونم شل و همه اینا بعد از اون رفتن. درست. بنابراین اومد اونجا چیکار کرد؟ دو کار مهم بود در اون دوره که انجام شد، یکی شروع لابی بود، دوم توتال اومد چیکار کرد؟ جای آمریکایی‌ها رو گرفت رفت و ورود اون باعث شد که خیلی کمپانی‌های دیگه هم اومدن که کل تحریم‌های آمریکا بی اثر شد. چون ما تا همین اواخر هالیبرتون از طریق یکی از شرکت‌های سوئیسی تا سال 2010 در ایران یه سری کارهای نفتی می‌کرد از طریق یکی از شعبات سوئیسش، نه مستقیم. خب هیچ شرکت آمریکایی که در ایران اجازه نداشته که، ولی توتال با شروع خودش در سال 95 که جای تو کنوکو رو گرفت و بعد 96 شروع به کار کرد، چی شد؟ این موج جدید رو آنه. حالا این قسمت اول بود، قسمت دوم رو بعدا خدمتتون. چشم، برمیگردم بهتون. حالا میخواستم بگم برخلاف شما آقای دایی که پا در کفش آقای دکتر شجاعی نکردید، حرمت اقتصاد دام بودن ایشون رو نگه داشتید، آقای علم الهدا امام جمعه مشهد این حرمت رو نگه نداشتن، مخالف نظر شما میگن 80% و قرار توتالی ها ببرن 20% بدن به ما، و بعدم این اعتراض رو دارن که چرا اونها 80% میبرن ما 20%. حالا سوالم آقای شجاعی اینه که واقعا کی درست میگه؟ آقای دایی ما درست میگه؟ آقای علم الهدای اونا درست میگه؟ سهم ایران چقدره؟ سهم توتال چقدره؟ تو شما توضیح بفرمایید. ببینید جناب آقا زمانی، این قراردادهای جدیدی که بهش میگن ایران پترولیوم کانترکت IPC، اینها جانشین اون قراردادهای بای بک شده، اون چیزی که سه مرحله اجراش کرده بودن. مشکل اساسی که شرکت‌های خارجی با اون قراردادهای بای بک داشتن این بود که هر موقعی که تحریم جدیدی علیه فعالیت‌های نفتی و سرمایه‌گذاری‌های نفتی وضع می‌شد، اینها معمولاً بعضی از این شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های کوچکتر کنار می‌کشیدن. کما اینکه توتال هم علی‌رغم قراردادهایی که قبلا بسته بود و وارد شده بود، بعد از تحریم‌های جدی‌تر کنار می‌کشید. اما این قراردادهای جدید به طرف مقابل، همین چینی‌ها که 30% خواهند داشت، توتال که 50.1% و جمهوری اسلامی یا اون شرکت پتروپارس
که معلوم نیست مال کدوم آخوند و بچه آخونده، 19 ممیز فکر میکنم 9% کمتر از 20% خواهد داشت. این قرارداد اینی که اینا میگن تضمین میکنه سرمایه گذاری، خطر سرمایه گذاری کم میکنه، به این دلیل نکته خیلی حساسیه خدمت همیانان باید با دقت عرض کنم. این قرارداد مالکیت شرکت هایی که آمدن و این قرارداد رو امضا کردن حتی در صورت تحریم های اقتصادی سلب نمیکنه و اینها حتی اگر کار رو متوقف بکنن به خاطر تحریم های بین المللی، اما مالکیت اون چه که نسبت به سهم خودشونه رو حفظ میکنن و میتونن بعدن برگردن. یعنی توتال میتونه الان این قرارداد رو امضا کرده بیاید تلق و پلوقی هم بکنه، 4 تا چوره هم ببره اونجا، 2 تا لوله گاز هم ببره. از اون سو با قطر هم قرارداد داره، این میادین هم مشترک هستن، مثل چینی ها که آمدن همه نقشه های نفتی ایران رو گرفتن و بعد رفتن اون طرف اونور عراق تولید کردن چون حوزه مشترک بود. اینها هم میتونن این کار رو بکنن، ولی قراردادی دارن که اونها رو مالک این ذخایر نفتی میکنه. این یک امتیاز عمده است که جمهوری اسلامی هم دیدید که حتی اون یارو پسر اون آخونده اسمش یادم رفت، علی مطهری، اونم اومده دفاع میکنه، میگه این خیلی خوبه، سرمایه گذاری امنیتش رو حفظ میکنه. نکته دیگری که برای شرکت‌های خارجی به خصوص توتال و اون شرکت چینی اهمیت داره اینه که در جهان قیمت سهام شرکت‌های معظم نفتی بر اساس میزان ذخایر نفت و گازی است که کشف شده و 90% احتمال وجود بهره‌برداریشون وجود داشته باشه. به صرف امضای این شرکت توتال میتونه تمام ذخایری که اونجا تخمین زدن رو به عنوان ذخایر گاز متعلق به شرکت توتال در بازار سهام جهانی اعلام بکنه و به این شکل ارزش سهامش هم بالاتر بره، یعنی مالکیت اونها. بعد خطر سرمایه گذاری رو هم کاملا جمهوری اسلامی پذیرفته، یعنی اینکه اگر که اینا آمدند و گاز رو تولید کردن، ناگهان قیمت گاز پایین رفت، اینها اون کارمزدی رو که برای هر بشکه معادل هر بشکه نفت مثلا این گازی که تولید میشه یک کارمزدی میدن، این میزان کارمزد رو بالا خواهند برد و اگر که قیمت گاز بالا بره در جهان باز هم اون افزایش قیمت باعث میشه که اینها اون کارمزدی که به این شرکت ها میدن اون رو هم بالا ببرن. در نهایت همونطور که آقای دایی فرمودن، اینا چیزی نزدیک 5 میلیارد دلار گفتن می‌خوایم سرمایه گذاری بکنیم، اما در مجموع چیزی حدود 17 میلیارد نصیبشون خواهد شد. یعنی ببینید بازدهی این سرمایه گذاری برای شرکت توتال چقدر زیاده، 5 می‌گذارید 15 می‌برید، 300 برابر. و به طور کلی برای خدمتتون عرض کنم جمهوری اسلامی که مدعی بود که ما می‌خوایم انرژی اتمی و تکنولوژی اتمی داشته باشیم، چنان ناتوان و زبون از نظر تکنولوژی نفت و گاز و چنان در دست و در اختیار این شرکت‌های معظم خارجی است که جام زهر دیگری رو نوشیده، همه امتیازات رو داده با تخفیف‌های عمده و خطر هر گونه سرمایه‌گذاری رو هم پذیرفته. حالا آقای دکتر شجاعی، قبل از اینکه برگردیم به بحثمون، یه سوال من اینجا بپرسم، مشخصا چه تأثیری بحران قطر روی ورود توتال به بازار ایران، بازار نفت و گاز ایران داره؟ آیا این مسئله تحریم قطر از سوی کشورهای عربی مسئله مهمی برای قطر، برای توتال یا در انعقاد قرارداد با ایرانه؟ بدون شک از نظر سیاسی، البته حالا من دارم پام تو کفش آقای خدایی میکنم، ولی از نظر سیاسی جسارتا عرض بکنم بدون شک. ببینید اینا هر دو سر قضیه رو الان محکم کردن دیگه، اگه قطر اشکالی پیش بیاد از این طرف تولیدی که الان میکنن اونجا، سرمایه گذاری در نفت اونجا هم کردن، اگر در اونجا تو اشکالی پیش بیاد این میدان مشترکه، میرن از اون سر تاغار میخورن، این یه تاغار دو سره است، تا به حال از این سرش میخوردن، حالا اگه این در بسته شد میرن از اون یکی در. یعنی به طور خلاصه خدمتتون عرض کنم ملت‌های اون منطقه ملت‌های بدبختی هستند، ملت‌های زبونی هستند که اسیر دست حاکمان ظالم، حاکمانی هستن که نوکر بیگانن، الکی اینجا و اونجا شاخشونه میکشن، اما وقتی مسئله منابع اقتصادی، منافع اقتصادی مردم و ملت ها پیش میاد تسلیم بیگانه هستن. من مطمئن هستم که محمد مصدق در گور میلرزه و اون مردمی که تصور میکردن که ما
صنایع نفت و گازمون رو ملی کردیم، این جبهه ملی ها و اینها امروز باید از خودشون سوال بکنن که بابا چرا خوابیدید، چرا ساکتید، که علم الخدا باید بیاد و صحبت بکنه. و البته علم الهدا هم به این مسائل اقتصادیش اشاره ای نکرده، مطهری دفاع کرده و اون یکی زیبا کلام مثل همیشه به مجیزگویی و به دفاع از این رژیم غیرقانونی مشغول بوده. به هر حال متاسفانه باید خدمتتون عرض کنم که همه منافع ملی ایران رو در زمینه نفت و گاز سالهاست که اینها برباد دادن. ایران باید امروز مثل گازپرام روسیه، مگه ما از روسا چه کم داریم؟ ببینید این شرکت اکسان موبیل، من این نکته رو سریع خدمتتون عرض بکنم جناب آقا زمانی، چیزی حدود 350 میلیارد دلار ارزش سهامش در بازارهای بین المللی است. این شرکت چیزی حدود شاید مثلا 24.5 یا معادل بشک نفت ذخیره، میلیارد بشک نفت ذخیره داره. اون وقت ایران با 190 میلیارد ذخایر نفتی و بیشتر از اون ذخایر گاز، یک شرکت معتبر و معظم بین المللی نفتی و گازی که تکنولوژی داشته باشه، کارمند و کارگر و متخصص ورزیده داشته باشه و بیاد الان در بین این 10 کشور یا ببخشید 10 شرکت یا 11 شرکت اول دنیا ارزندام بکنه نداریم. و 38 سالی که آخونده میگه میخوام با شیطان بزرگ بجنگم. ببینید که ایتالیایی ها اون شرکت نفتی اینی ENI ایتالیا جزو 10 شرکت معظم نفت و گاز جهانه، در حالی که ما اصلا هنوز که هنوز مثل دوران قاجاریم. محمد مصدق وقتی که نفت رو ملی کرد، اون روز شاید میشد مکس کرد، شاید میشد ترسید، میشد لرزید، بگیم آقا ما یه پیس تو مملکتمون نمیتونیم تولید بکنیم، اول کارمون بود، چطور میخواییم ما این تکنولوژی رو دسترسی بهش پیدا کنیم، انگلیس ها بذارن برن چه کار کنیم، بعد بیافتیم دامن امریکایی. اما بعد از این همه سال، بعد از 100 سال که اولین قرارداد نفت رو بستیم، بعد از بیش از 50 سال که ما در صنایع نفت و گازمون رو ملی کردیم، هنوز که هنوزه از نظر تکنیکی، از نظر دانش عقب مونده تر از اون روزهایی. همه کارمندان و کارشناسان برجستمون هم الان در سراسر دنیا پخشند و برای شرکت‌های خارجی کار میکنن. درست. افراد فاسد هم اومدن دلال شدن و میرن در لندن قرارداد IPC رو تنظیم میکنن که تحویل شرکت توتال و شرکت چینی بدن. بی نهایت سپاسگزارم. شاید دلیل همین اتفاقات همین باشه که فرمانده سابق نیروی انتظامی اسماعیل احمدی مقدم که گفته میشد با جناق محمود احمدی نژاد هم هست، متهم به نفتخواری شده و برای همیشه از کلیه مشاغل دولتی منفصل هست، منفصل مادام العمر شده. آقای دایی برگردیم به شما. بحث لابی‌های جمهوری اسلامی، شرکت‌های نفتی و اهمیت این قرارداد اخیر توتال رو مورد بررسی قرار میدید. بخش اول رو گفتید، بخش دوم رو برمیگردونم به شما که ادامه بدید. بله، از کم بازم با تاکید بر صحبت‌های آقای دکتر شجاعی باز میخوام که این جمهوری اسلامی در حراج و نابودی سرمایه کشور یک مثقال به خودش تردید نمیده، یعنی هر جا لازم باشه مفتم شده میده. این یک. دوم، آخه شما میدید چه مملکتیه، چه دلیلی داره بعد 38 سال تمام میادین مشترک با همسایگان اونا دارن میبرن، جمهوری اسلامی داره نگاه میکنه. شما نگاه میکنید با یک کرسنت یک قرارداد مثلا 12 سال پیش میتونستن این گازی که داره دود میشه میره هوا رو لااقل سال استخراج کرده بودن، نکردن. یعنی واقعا اصلا هیچ ارزشی برای منافع قائل نیستن. که خود خامنه ای میگه که برای چی؟ برای که تحت تحریم بودن، انرژی تکنولوژی ندارن، نمیتونن استخراج کنن، داره چاهای نفت نابود میشه. چرا؟ با آمریکا دشمنن. خامنه ای هم گفت همین اخیرا، گفت ما با آمریکا که دشمنی داریم یه هزینه هایی داره، همین هاست دیگه، نابودی مملکت. سازش هم بکنیم یه هزینه داره، هزینه سازش بیشتره، بنابراین سازش نمی کنیم. این طرز تفکره. حالا برگردیم به این که چرا این قرارداد توتال اهمیت داره. به اعتقاد من، حالا سوای این که ببینیم ما در دستگاه جمهوری اسلامی میبینیم، یعنی در دستگاه جمهوری اسلامی که غارت منافع ملی مدبسر اقتصادی بذاریم کنار، جمهوری اسلامی در این قرارداد توتال برنده است. چرا؟ اولا که خب نفت گازی که قطر داشت همه رو میبرد و اینا هم تکنولوژی ندارن که تو این دوره تحریم و فشار شرکت توتال اومده برایشون استخراج میکنه. سال 4 میلیارد هم قراره به درآمد اینا اضافه بشه. برای جمهوری اسلامی هم پول مهمه.
این بنابراین منفعت اول. روحانی هم برنده است، میگه که آقا بیا ببین من گفتم بعد از قرارداد جلسه کمپانی‌ها برمیگردن. خامنه‌ای هم برنده است، خامنه‌ای میاد میگه ببین هی شما میگفتین که چرا ما موشک روش می‌نویسیم، اسرائیل می‌فرستیم هوا، چرا در سوریه دخالت میکنیم، اینا باعث شده کمپانی‌های غربی نیان سرمایه‌گذاری نکنن. بفرمایید دیدی من همه اون کارا رو میکنم، به ریش دنیا میخندم، همه جام جنایت میکنم، شرکت توتال هم اومده تازه استقبالم میکنه، کیفم میکنه، بقیه شرکت ها میگن ما هم بخواب بیان. بنابراین دیدی پس اینم ایشون هم خیلی خوشحاله، درست؟ مهمش اینه که تو این فضای کنونی گرچه قرارداد توتال از نظر اقتصادی برای اقتصاد ورشکسته جمهوری اسلامی تاثیر زیادی نداره، اینا خودشون زنگنه خودشون تو همین پریروز دوباره هنگام بستن قرارداد گفت ما به گو به 200 میلیارد دلار طی 5 سال احتیاج داریم، یعنی سال 40 تا سال 40 میلیارد. حالا شما حساب کن 4 ماه از 8 تا که تا سال 2021 قراره به بهره برداری برسه، دردی از اینا دوا نمیکنه، اقتصاد ایران خرابتر از اینا. بنابراین فقط ارزش اقتصادیش نیست، درست پول میریزه تو جیب اینا، ارزش اقتصادیش نیست. کمپانی غربی هم اینجوری نیست که حالا صف کشیدن بیان، تحریم های بانکی سر جاشه، تحریم های کنگره داره تهدید میکنه، ریسک معامله با ایران بسیار بالاست، اقتصاد ایران فاسد ویران، همه اینا هم سر جاشه. ولی یه پیام میده، پیام مهمش هم همینه که آقا در این شرایط تحریم، در این شرایط فشار که ترامپ داره با ما این حرفا رو میزنه، کنگره آمریکا میخواد ما رو تحریم بکنه، عربستان میخواد ما رو منزوی بکنه، بازم چی ما تونستیم یه کمپانی رو بکشیم تو ایران. برای مردم ایران این پیام به مردم ایران که ببین همه دنبال منن، من میتونم با نفت همه رو بکشم تو ایران. به کمپانی های دیگه میگه چی؟ میگه بیاین شما بیاین. با آمریکا میگه آقا تحریمت بیفایده است. یعنی شکاف در بدنه تحریم هاست از نظر لااقل روانی. این برای جمهوری اسلامی مهمه، ارزش داره. بنابراین به نظر من در این داستان برنده است، خیلی مسئله گیرش اومده. یه نکته هم که در برخی از رسانه ها اشاره کردن به طور جدی اینه که علارغم تهدیداتی که از جانب واشنگتن علیه جمهوری اسلامی هست، ولی بعد از اینکه کاخ سفید یعنی خزانه داری اومد موافقت کرد با قرارداد بوئینگ که در زمان آقای اوباما بسته شده بود 17 میلیارد دلار، و بعد قرارداد جدیدی که ماه پیش دوباره مسئولین بوئینگ رفتن در تهران با شرکت آسمان امضا کردن، در حقیقت اینو چراغ سبزی بود به کمپانی‌های اروپایی و من جمله توتال که چی میتونید برید تو ایران. یادمون نره آقای رئیس سابق توتال کریستوف دوماژری این در ژانویه 2014 اول 2014 با روحانی در داووس دیدار کردن برای همین قرارداد که برن ایران. از 2014 تا الان طول کشید که سازش هسته‌ای شد، آمریکا تحریم‌ها رو برداره و انقدر وایساد توتال تا اینکه ماه گذشته وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که بله جمهوری اسلامی به قرارداد هسته‌ای متعهده، و کاخ سفید هم اعلام کرد که ما تعلیق تحریم‌های هسته‌ای رو ادامه میدیم. بعد از این بود که پس از قرارداد بوئینگ و بعد از تایید آمریکا که تعلیق تحریم‌ها ادامه پیدا می‌کنه، شرکت توتال به ایران رفت. بی‌نهایت سپاسگزارم آقای دایی. آقای دکتر شجاعی، به هر حال ما می‌دونیم سرمایه‌گذاری در هر کشوری نیازمند زمینه‌های گوناگون از جمله ثبات سیاسیه. چطور وزارت خارجه آمریکا مشخصا سیاست خودش در قبال ایران رو تلاش برای تغییر رژیم ایران از طریق حمایت از نیروهای داخلی اعلام میکنه یا قدرت مردم به طریق مسالمت‌آمیز اعلام میکنه، از اون سمت چراغ سبز به قول آقای دایی عزیز میده به شرکت‌ها و کمپانی‌های آمریکایی و اروپایی که بروید و در این مملکتی که ما داریم رژیمش رو عوض میکنیم سرمایه گذاری کنید؟ خب اینجوری این سرمایه ها با مشکل و به هر حال با مشکل روبرو میشن دیگه، درست عرض میکنم؟ صدای شما رو آقای دکتر نداریم. این سرمایه گذاری جناب آقا زمانی سرمایه گذاری نیست که وارد بطن اقتصاد ایران بشه و بخواد مثلا بیا تأسیسات عظیمی رو در خاک ایران به وجود بیاره، تعداد بسیار زیادی کارمند و کارگر و غیره رو استخدام بکنه و بعد بگه در دراز مدت من میخوام
کالایی رو تولید بکنم به خارج صادر بکنم. سرمایه گذاری در مناطقی است که حتی در نهایت بی‌ثباتی سیاسی هم این مناطق از نظر اقتصادی میتونن امن باشن. خاطرتون هست در زمان جنگ خمینی و صدام حسین معمولا تأسیسات نفتی تقریبا به جز یک موارد استثنایی مسئول باقی موندن و بهشون آسیبی نرسید. توتال هم حساب میکنه، من آمدم در خلیج فارس در دل آب یک میدان مشترک گاز رو میخوام تولید بکنم، اون سرش قطره، این سرش جمهوری اسلامی است و به هر صورت اینا دیدشون فقط و فقط دید اقتصادی است و مسائل سیاسی و این تنش ها و این درگیری ها رو به اعتقاد من بارها عرض کردم این یک نوع بلا تکلیفی پایدار در منطقه است و خصوص در مورد رژیم جمهوری اسلامی است، اما از نظر اقتصادی نمیشه متوقفش کرد. شما اگر دیدید که در ایران شرکت های بیان و سرمایه گذاری های گسترده‌ای بکنن، مثلا کارخانجات بزرگ تولیدی رو در ایران به وجود بیارن، اونم با سرمایه و تکنولوژی که خودشون از خارج میارن، در قلب تهران، در مثلا اصفهان، در آذربایجان، در جنوب، در شمال، اون موقع میتونید بگید که خب اینها از نظر ثبات سیاسی هم مسئله رو مورد تجزیه و تحلیل قرار دادن و ریسک سیاسی رو چندان بالا نمیبینن. اما این نوع سرمایه گذاری در نفت و گاز ریسک سیاسیش زیاد بالا نیست به هیچ وجه. از نظر قوانین بین المللی این قراردادی است که با حکومتی که امروز طبق سازمان ملل متحد حکومت ایرانه امضا کردند، اگر هم رژیم عوض بشه حکومت بعدی هم مجبوره که این قرارداد رو ادامه بده یا باهاشون دوباره مذاکره بکنه، خسارتی به وجود بیاد مجبورن که تامین بکنن. این ریسک سیاسی این نوع قراردادهای نفت و گاز بسیار پایینه، بسیار پایینه برای اینها، ولی سودش در مقایسه به قدری بالاست. عرض کردم 5 میلیارد بگذارید 17 میلیارد بردارید و 15 میلیارد ببرید، به قدری بالاست که اصلا به این مسائل اهمیتی نمیدن. اینطوری نیست که تصور بکنیم فردا قرار جنگی بشه، همه ایران نابود بشه، همه چی از بین بره، این قرارداد هم به یک کاغذپاره تبدیل بشه. چنین چیزی نیست. ذخایر نفت و گاز ایران اون زیر باقی خواهند ماند. ذخایر نفت و گاز عراق رو ببینید، امروز علارغم همه برخوردهایی که هست داره به خوبی تولید میشه، لیبی داره دو مرتبه به جریان میفته و این مشغله ها بیشتر مشغله برای مردم بومی و مردم نگونبخت نیست که بر روی این ذخایر زندگی میکنن، نه کارگزارانشون و نه کارگزاران خارجی و نه شرکت های خارجی. بی‌نهایت سپاسگزارم. آقای دایی، همزمان در ایران تغییراتی در کادر فرماندهی سپاه وجود داره. این تغییرات رو بعضی ها نشان عدم علاقه عدم رضایت رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد فرماندهان سپاه قلمداد میکنند. آیا واقعا چنینه؟ اصلا این تغییرات ارگانیکی محسوب میشن؟ میتونن ارتباطی به مسائل فرامنطقه‌ای جمهوری اسلامی هم داشته باشن یا خیر؟ ببینید، تغییراتی که شده در سپاه تهرانه و چون در تهران سه تا قرارگاه هست یا سه تا سپاه هست، سپاه محمد رسول الله، سپاه سارالله و سپاه سید الشهدا. سپاه سارالله در شرایط ویژه و اضطراری وارد عمل میشه. سپاه اصلی که مسئول امنیت تهران محمد رسول الله است، اون سید الشهدا مسئول کل استان تهرانه به غیر تهران، ولی میتونه کمک باشه برای محمد رسول الله. بسیار مهمه، مثلا همدانی که در سوریه فرمانده ارشد سپاه قدس در اونجا بود، قبلا مسئول سپاه حضرت محمد بود. حالا این اومده فرمانده این سپاه تهران عوض کرد، کسی دیگر جاش گذاشته و اون به اصطلاح چند سال یه بار که این کارو میکنه نبوده، زودتر این کارو کرده. بنابراین خب چیه؟ علامتی میتونه نارضایتی باشه. ولی معاون محمد علی جعفری رو ابقا کرده، رئیس کل سپاه رو ابقا کرده. از کل سپاه مسئله نداره. پس مسئله چی بوده؟ تهران بوده. حالا چرا؟ بعضی میگن مسئله داعشه. من اصلا اعتقاد ندارم. من داعش رو خطر تهدید برای جمهوری اسلامی نمیبینم. تهدید جدی برای جمهوری اسلامی نمیبینم. سپاه تهران، اگه ما سابقه سپاه تهران رو ببینیم، من فکر کنم بهتر متوجه این تغییرات میشیم. ببینید، موقعی که جعفری فکر کنم سال 77 بود که شد به سر رئیس سپاه، همون موقع گفت که به دستور خامنه‌ای کل وظیفه اصلی سپاه تا
تغییر کرده دیگه، ما به مرزها و اینا کاری نداریم، مسئله ما امنیت داخلی و شورش های شهری. این این حرفشون بود. چرا؟ بخیر با قبل از اون زمان رفسنجانی در اسلامشهر، در قزوین، در مشهد تظاهرات چند ده هزار نفری برگزار شده بود. بنابراین سپاه تشکیل، سپاه سازماندهی جدیدش و بعد سپاه حضرت محمد اینا برای حفظ امنیت در تهران. در پس از اون که جنبش دانشجویی سال 78 شد، 18 تیر و اینها، که واقعا تهران رو قبضه کرد، چند روز اصلا جمهوری اسلامی هم چیزی ندید و وحشت کرد، دوباره اومدن سازماندهی رو عوض کردن، دوباره به روزش کردن که بتونن برای این تهدید خودشون آماده بکنن. ولی اون چیزی که همه اینها رو دگرگون کرد با همه این بسیار بروز کردن سپاه برای مقابله با تهدیدهای شهری در تهرانه، ببینید برای جمهوری اسلامی خطر یک 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 تهرانه، بعد شماره 100 مثلا اصفهان یا تبریز یا مشهد، چون پایتخت مهمه، شهر پایتخت مهمه. وقتی که سال 88 نتونستش سپاه جلوی تظاهرات بگیره، چون اینا اولین هدفشون اینه که تظاهرات شکل نگیره، حالا 50 تا 20 تا اجازه اصلا مثلا نی کنترل شده میبرن جلو، ولی وقتی میلیونی شد با اینکه ده ها هزار نیروی بسیجی در تهران سپاه از محمد رسول الله اینا داشت، این یه شکست بود برشون. دوباره اونا اومدن چیکار کردن؟ دوباره اومدن سازماندهی رو عوض کردن. من شخصا فکر میکنم این تغییرات جدیدی که شده با توجه به فضای اجتماعی ملتهب در ایران، به ویژه در تهران، نارضایتی ها بسیار بالاست. میگم ما چون خودمون همیشه خارجیم، منتقد جمهوری، مخالف جمهوری اسلامی هم هستیم، گاهی اوقات ممکن خودمون هم حرف خودمون رو اون میزانی که باشه رو فکر کنیم شاید مثلا ما داریم اقراق میکنیم، رومون نشه شاید بگیم. شرایط در ایران، فقر اقتصادی اینها بیداد میکنه، بنابراین خطر بسیار مهمیه. هشدارهایی که خامنه ای داره میده رو بارها و بارها داره میده. من فکر میکنم تغییراتی که در سپاه تهران شده همش برای اینه که خودشون رو آماده تر بکنن برای شورش های شهری، با توجه به وضع وخیم اقتصادی، با توجه به نارضایتی عمیق اجتماعی سیاسی صنفی که در تهران هست. آقای بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر شجاعی، گفته های آقای دایی رو شنیدید، نظر شما چیست؟ آیا به راستی تهران آبستن چنین حوادثی است؟ اخیراً یکی از دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی هم گفته بود که ایران آبستن حوادث بسیار بسیار جدی در هفته‌ها و ماه‌های آینده است. بدون شک اوضاع ایران بسیار بسیار غیر قابل پیش بینی است و مردم ایران هر لحظه آماده هستند که از شر این رژیم راحت بشن. کافی است که فقط سرکوب یه مدتی متوقف بشه و یا یکی از داخل رژیم به اونها بگه که یه حاشیه امنی وجود داره، بیایید به خیابونها. همونطور که آقای دایی فرمودند، سال 88 در حقیقت این گروه رفسنجانی و دار و دسته او بودند که در همه شؤونات مملکتی دخالت داشتن و از حتی سپاهیان گرفته و نیروهای مملکتی، دولت و غیره، و به مردم این ندا رو میدادن، این نوید رو میدادن که حاشیه امنی وجود داره، شما به خیابانها بیایید، کسی جلودارتون نیست، ما خودمون هواتون رو داریم، مراقب هستیم. و البته تا جایی هم حرفشون درست بود، حاشیه هم وجود داشت، تا اونجایی که مردم شعارهای ساختار شکنانه دادن و اونجایی که مردم در حقیقت گریبان کل رژیم رو گرفتن و حتی موسوی هم مجبور شد که اعلام بکنه که مردم شعارهای ساختار شکنانه ندید. رژیم از مردم وحشت داره، رژیم نگران اینه که هر لحظه نارضایتی های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مردم رو وادار به شورش هایی بکنه که قابل کنترل نباشه. اما فاکتور دیگری رو که باید اضافه بکنیم جنگ گورکاست، جنگی که این روزها بین خودشون برقراره، جنگی بر سر تصاحب کرسی ولایت فقیه و جانشینی خامنه ای، و اینها میدونن که در نهایت هر گروهی که دست بالا رو در اون مجلس آخوندی فاسد خبرگان داشته باشه با یک عکس العمل یا یک تقابل از سوی گروه های دیگه مواجه میشه و این گروه ها ممکنه که باز به صورت به خیابان آوردن مردم باشه و در مقابلش این پاسدارا هستن و این بسیجی ها هستن در تهران. همونطور که آقای دایی گفتن
مهمترین نکته قلب همه این حکومت در اونجا هستن که باید در مقابل این چالش ها و این مخالفت ها بیستن و مسئله را به شکلی که میخواهند خاتمه بدن. از یک سو نگران وحشت زده از طغیان مردم و از سوی دیگر نگران از این که گروه دیگری بیاید و به محض اینکه فرصتی ایجاد شد برای جانشینی خامنه ای در صحنه ماجرا آفرینی بکنه و مسلما در نهایت این نیروهای نظامی هستند که تکلیف رو روشن خواهند کرد. بی نهایت سپاسگزارم آقای دکتر شجاعی عزیزم. آقای دایی، آخرین لحظات برنامه است، 4-5 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم. اخیرا یه ویدیویی منتشر شده از بازدید سفرای 50 کشور جهان از زندان اوین. خب اصلا وقت مملکتی که رئیس جمهورش حق نداشت بره زندان اوین، وقتی 50 تا به مناسبت قوه قضاییه 50 تا سفیر خارجی رو میبرن، اصلا این مضحک بودنش، نمایشی بودنش، تقلبی بودنش جای حرف نداره. ولی از شما بشنوم، چرا قوه قضاییه چنین اقداماتی رو داره انجام میده؟ چه اتفاقی داره میفته که این سیگنال ها از تهران سعی میشه برای مردم در داخل، برای دولت های بیرون از ایران ارسال بشه؟ چرا این اتفاقات داره میفته؟ خب ببینید، دلایل زیادی داره. اولا خب این نمایش رو هیچ کی جدی نگرفت، یعنی اینقدر مسخره بود که در دنیا واقعا هیچ کی جدی نگرفت، همه مسخره کردن، معلوم بود یه شوه دیگه. ولی یه ده باور میکنن. ببینید، جمهوری اسلامی در اروپا به خصوص الان برایش خیلی مهمه، میخواد از شکاف اروپا با آمریکا استفاده بکنه. افکار عمومی تمام هدفش اینه که عربستان و اسرائیل رو به عنوان شیطان معرفی کنه، مظهر بدی حقوق بشر و و و و کار ظریف هم همینه، اصلا کار اصلیش بزک کردن. ببینید، وزیر خارجه نیست که این آقا، ایشون بزک کنه چهره جمهوری اسلامی، میگه دنیا همه حرفا رو میزنه، در عربستان زنا رانندگی نمیکنن، همه اینا رو درست میکنن، در ایران اینجوری زنا انقدر کار میکنن، یه عکسای قشنگ میندازن خانم ایرانی میفرستن خارج، بیا اینم زندان ما، ببینید در اونجا گردن میزنن، در اینجا زندان ما 50 تا سفیر. تمام اینا برای اینکه زمینه سازی بکنن که فشار رو کم بکنن علیه جمهوری اسلامی. حرفشون اینه، اینا میخوان جمهوری اسلامی رو به عنوان شریک قابل اعتماد غرب نشون بدن، در مقابل متحدین سنتی آمریکا رو دشمن جلوه بدن، بد جلوه بدن. این از این دو وجهی استفاده بکنن، خودشون رو قربانی ترامپ جلوه بدن، بتونن افکار عمومی استفاده بکنن. تمام دکان برمیگرده به این. اگر این نمایش مسخره، شما تو خیابون همه دنیا داره میبینه شلاق میزنید، همه چهر و پیش شلاق دارید میزنید تو خیابون جلوی چش همه، به گول با گوله مخالفان میزنید. بعد من تعجب از اون 50 تا است. من همین سفرایی که پشتن اینا هیچ پرنسیپی ندارن، البته برای منفعت اقتصادی یه معامله لابد یه شیرینی به اینا عرضه کردن، ولی اینقدر مسخره است که تعبیر نمیگیره. مسخره تر از اون میدونید چی؟ حالا خواهید دید، حالا بایستید آقا زمانی خواهیم دید در آینده ببینیم کدوم روزنامه و کجاها همین نمایش مسخره رو استناد میکنن به نفع جمهوری اسلامی مقاله نوشتن. اتفاقا من و شما امروز شاهد خواهیم دید. اتفاقا این نکته‌ای بود که من میخواستم مشخصا از آقای دکتر شجاعی بپرسم، بگم که آیا روزنامه های شهر شما، خصوصا نیویورک تایمز که شنیدستم یه ارتباطات ویژه‌ای هم پشت پرده با برخی از لابیست های واشنگتن نشین داره، بایستی شاهد انتشار مقالاتی دال بر همین موضوع، یعنی بازدید سفرهای 50 کشور 45 کشور از زندان اوین توش باشیم یا نه؟ آقای زمانی، ببینید این تحریم‌های جدیدی که مجلس سنای آمریکا تصویب کرد و قرار مجلس نمایندگان بره بر چند مورد تکیه میکنه. یکی مسئله موشکی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های موشکیش، یکی مسئله دخالتش در منطقه، و همینطور اشاره میکنه به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی. و این خیلی واضح و روشنه که لابی ها پشت سر و در مخفیانه یا نمیدونم زیر میز به هر شکلی که هست در این اندیشه افتادن که حداقل این مسئله نقض حقوق بشر رو به شکلی توجیه بکنن و بعد فرصتی پیدا بکنن و بگوین که نخیر در جمهوری اسلامی 50 سفیر هم رفتن دیدن
زندان اوین یک الگوی خیلی مناسب و خیلی خوبیه. اصلا امریکایی هم زندانیاشون رو بفرستن اوین. در این شکی نیست. اینها به هر حال نگران این هستن که مجلس نمایندگان امریکا هم این قانون تحریم های جدید و همینطور پاسداران رو جزء لیست تروریستی قرار دادن رو تصویب بکنه، به امضای ترامپ برسه. و روزنامه‌ای مثل روزنامه نیویورک تایمز رو هم که اشاره فرمودید، اینها به هر حال یک تمایلات نسبتاً دست چپی، البته وقتی چپ رو در آمریکا میگیم معنایی نداره، چپی وجود نداره، از دست راست یا اون دست راست 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 بالا یک کمی اینورتر به وسط هم نمیرسه، یه همچین تمایلاتی دارن و به خصوص با ترامپ هم زیاد خوش نیستن و از این بابت لابی های جمهوری اسلامی هم فرصت طلبانه استفاده میکنن. بدون شک باید منتظر باشیم که از این هم به عنوان یک سندی استفاده بکنن و اون جایی که به نفعشون هست ازش استفاده کنن. آقای دکتر شجاعی خیلی ممنونم از محبتتون، خیلی سپاسگزارم که در نیویورک وقتتون رو تا این دیر هنگام شب به وقت محلی در اختیار من قرار دادید. همچنین آقای دایی از شما سپاسگزارم که شما هم در شرق ایالات متحده آمریکا در کانتیکت تا به این لحظه همراه ما بودید و از شما خوبان هر کجای دنیا که هستید سپاسگزارم که بیننده این برنامه بودید. به این امید که از این برنامه لذت برده باشید. وقت خوش، خدا نگهدار.